درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز میخواییم در مورد آسپیلونگ صحبت کنیم. یکی از بیشترین سوالاتی که از من مخصوصا توی دایرکت اینستاگرام یا تو کامنت ها سوال شده، البته توی کامنت های یوتیوب هم خیلی سوال میشه جدیدن، در مورد آسپیلونگ و حقوقش هستش. چون اکثر سوالا اینه که کدوم آسپیلونگ حقوقش بیشتره، تو کدوم آسپیلونگ ما پول بیشتری دریافت میکنیم. من براتون اول اینا رو توضیح میدم و بعد میرم جلو بهتون میگم کدوم آسپیلونگا بهتره، کدوم آسپیلونگا حقوقش بیشتره و اینجور چیزا. شما در اون دوره‌ها یک ساله هستن، دو ساله داریم، سه ساله داریم، هفت ماهه داریم. هفت ماهه مثلا دوره زخ کنده هستش برای کسایی که دارن دوره همون سیکوریتی یا زیشاهایت رو میبینن، زیشاهایت دینس رو میبینن. دوره های 6 تا 7 ماهه هستش. البته یه دوره هستش برای کسایی که زبانشون خیلی خوبه، تو برای همین زخ کنده به جای 6 یا 7 ماه 4 ماه دوره میبینن. دوره ها کوتاه تره برای کسایی که زبانشون خیلی بهتره، خیلی خوبه. دورهای مختلف هستش، گفتم 4 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله. ولی این رو شما باید بدونید، زمانی که شما آسپیلونگ رو شروع میکنید تا زمانی که آسپیلونگ رو به پایان میرسونید، شما یک حقوق کاملا محدودی دریافت میکنید در طول این دوره. شاید از پولی که دولت به شما میداده کمتر هم دریافت کنید، که اون موقع باید برید به دولت اطلاع بدید، بگید که من مثلا شرکتی که دارم براش آسپیلونگ انجام میدم اینقدر به من حقوق میده، این فیش حقوقی من با این حقوق نمیتونم زندگیم رو بگذرونم، چون باید از همین حقوق پول کرای خونم رو بدم و خرج خودم رو و نمیرسم. دوره ها مدل های مختلفی داره، آسپیلونگ مدل های مختلفی داره. یکی از این 4 مدل داره. یکی از این مدل ها اینه که شما یک دوره ای رو پیدا میکنید و با اون شرکت مربوطه قرارداد امضا میکنید و اون شرکت مربوطه حقوق شما رو پرداخت میکنه در ماه. سال اول، من همه رو مثال میگم، دقیق نمیتونم بگم، چون هر آسپیلونگی برای خودش یه حقوق جداگانه ای داره. مثلا تو مثال دارم میگم، توی آسپیلونگ پرستاری برای مثال شما سال اول 800 یورو دریافت میکنید، سال دوم 850 یورو دریافت میکنید و سال سوم مثلا 900 یورو دریافت میکنید، سال آخر یعنی. این مدل اول هستش که تمام حقوقتون از دولت گرفته میشه، از خود شرکت. یعنی شرکت بهتون حقوقتون رو میده، در عوض شما براشون اونجا آسپیلونگ میکنید. حالا با خودتون میگید که چطور برای شرکت چه نفعی داره که من بیام هم دوره ببینم، هم مدرک بگیرم، هم به من حقوقم بده، در صورت اینکه من باید برای اون مدرکی که میخوام بگیرم، درسی که میخونم، شهریه پرداخت کنم. چطور میشه که اینا به من حقوق میدن؟ دلیلش اینه که شما زمانی که آسپیلونگ انجام میدید، شما تئوریتیش دارید، پرکتیش دارید. تئوری میرید توی کلاس درس میخونید، پرکتیش میرید توی اون محل کار واسه همون رشته و شغل، دوره پرکتیش، دوره عملی میبینید. برای مثال 2 ماه، 1 ماه توی مدرسه درسش رو میخونید، امتحان میدید، کلازوها دارید، هر چیزی، امتحانای کلازوها مثل همون امتحانای پلوکوبی که ما قدیم میگفتیم هستش، که میان ترم توی کلاس ها میگیرن و اینجور چیزا. بعد مثلا 2 ماه تموم میشه،
برای مثال شما دارید درس پرستاری میخونید، 2 ماه درسش رو میخونید، 2 ماه شما رو میفرستن بیمارستان، باید عملی یاد بگیرید که این شغل چجوری هستش. همون 2 ماهی که مثلا شما میرید توی درس، مثلا در 3 سال برای مثال پیش میاد که 8 بار شما 2 ماه 2 ماه کلاس رفتید، 8 ماه 2 ماه 2 ماه رفتید تو بیمارستان دارید عملی یاد میگیرید. همون عملی یاد گرفتن خودش یه سوده برای اون شرکت. شما به عنوان یه کارمند، یه پرستار دارید اونجا کار میکنید با همون حقوق مثلا مایی 800 یورو، در صورت اینکه اونا اگر بخوان یه پرستار استخدام کنن باید نزدیک 2000 یورو بهش بدن، ولی شما 800 یورو میگیرید، هم شغل رو یاد میگیرید، هم اینکه اون شرکت، اون بیمارستان، اون فیما یک میتاربایته داره که داره براشون کار میکنه. بس سودش تو اینجاست که اینا به شما حقوق رو میدن و از شما کار میکشن. یه مدل دیگه هستش، شما میایید میرید یا آسپیلونگی پیدا میکنید، اون پول رو، اون آسپیلونگی که پیدا میکنید، شرکته میگه من به شما حقوقی نمیدم، شما میتونید بیاید اینجا دورتون رو ببینید ولی از من حقوقی دریافت نمی کنید مگر اینکه برید از جاب سنتر برای من یه گودشاین بیارید که جاب سنتر تایید کنه من پول این آقا رو، این خانم رو کاملا به شما، به شما شرکت پرداخت میکنم که بتونه اینجا پیش شما دوره ببینه. دولت هم این کار رو میکنه چون میدونه که شما دوره رو ببینید. خب بعد از دوره برای شما هی نامه میفرسته که شما الان دوره دیدید، مدرک دارید و برید کار پیدا کنید با این مدرکتون. دولت هم از این از این طریق سود میکنه، برای مثال 20000 تا 30000 تا پول دورتون رو میده، در عوض بعد از اینکه دورتون تموم شد شما دیگه میرید سر کار، دیگه دولت مجبور نیست هر ماه مثلا 800 900 یورو پول برای شما به حسابتون واریز کنه به خاطر خورد و خوراک و پوشاک و برق و با کرایه خونه. اینم از این طریق سود دولت. یک نوع آسپیلونگا هستش، یه مدل دیگه هم هستش که نصفش رو دولت پرداخت میکنه، نصفش رو خود اون شرکت پرداخت میکنه. برای مثال یا کرایه خونه یا خورد و خوراک رو دولت میده، یا کرایه خونه یا خورد و خوراک رو شرکت میده. یعنی شما از هر دو طرف پول میگیرید ولی دقیقاً به اون میزان کافی، یعنی 800 900 یورویی که کلاً زمانی که آسپیلونگ نمیکردید از دولت دریافت میکنید. این 3 تا مدل. بس مدل اول شد شرکت خودش حقوق شما رو پرداخت میکنه، مدل دوم این شد که جاب سنتر حقوق شما رو پرداخت میکنه و میگه برید این دوره رو ببینید، ما پول این دورتون رو به اون شرکت میدیم، یا مدل سوم میگن که دولت میگه نصفش رو من میدم، نصفش هم اون شرکته میده. حالا بستگی داره چه آسپیلونگی کجا پیدا کنید و با اون فورشتلونگز کشپخشی که انجام میدید، جلسه معارفهی که انجام میدید، دولت اونجا بهتون میگن که حقوق چه مدلی است و چه جوری دریافت میکنید. و مدل چهارم، آخرین مدل، آسپیلونگای پیوات هستش که نه دولت پرداخت میکنه نه اون شرکت پرداخت میکنه، شما باید خودتون پول اون آسپیلونگ رو بدید، حالا 40000 تا 30000 تا 20000 تا 10000 تا 60000 تا خودتون میدونید و بهتون دولت، اون شرکت میگه شما میتونید بیاید این دوره رو پیش من ببینید، از من متاسفانه هیچ پولی دریافت نمی‌کنی مگر اینکه خودتون پول دورتون رو بدید. جاب سنتر هم میرید، جاب سنتر این دوره رو می‌بینه، می‌بینه مثلا گرون یا هر چیزی، میگه این تو لیست ما نیستش و خودتون باید پرداخت کنید. اینم مدل چهارم. و حتی شما پول اون دوره رو که باید بدید هیچی، فکر کنم باید پول کرای خونه و خورد و خوراک و پوشاکتون هم خودتون بدید، یا اینکه با
دولت صحبت کنید، با جاب سنتر صحبت کنید، با زخبه آبایتا یا فال منیجرتون صحبت کنید، مثلا بگید من این پول دوره رو میتونم مثلا اوبنیمن کنم، بر عهده بگیرم، شما مثلا لایسونگ من رو بدید که یا قبول میکنن یا قبول نمیکنن. ولی بهتر اینه که دوره هایی پیدا کنید که یا خود شرکت پولش رو میده یا جاب سنتر پولش رو میده یا اینکه دوتا با هم دیگه حقوق شما رو میدن. دوره ها باید حواستون باشه. شما تو دوره، از اول دوره تا آخر دوره بهتون گفتم یه پول محدودی میگیرید. خیلی ها اشتباه میکنن، فکر میکنن که ما اگه الان بریم آسپیلونگ رو شروع کنیم از اون پولی که دولت داره به ما میده خیلی بیشتر به ما میدن. نه، خیلی بیشتر نیستش. چرا؟ بعضی جاها هستش، مثلا اگر شما 800 یورو بگیرید شاید اونجا بهتون 850 یورو بده، سال دوم 900 یورو بده، سال سوم 950 یورو بده. شما زمانی پول بیشتری دریافت میکنید که دورتون به پایان رسیده باشه و شما دارای مدرک باشید و با مدرکتون برید یک شغلی پیدا کنید. ما الان برای مثال در پرستاری سالمندان، در سالمندان، در آلتنهایم و در آلتنهایم، هر دوتا رو میگن، هم میگن آلتنهایم هم آلتنهایم، شما من دیدم کسایی که بدون مدرک اونجا رفتن کار کردن، بدون هیچ مدرک، بدون هیچ مدرک. ولی کسی که مدرک داره روی چیزش مثلا نوشته کرانکن فخفلگا، کسی که هیچ مدرکی نداره مثلا نوشته فلگ خفت، کسی که مدرک یک ساله داره مثلا نوشته کرانکم فلگا اسیستنت، یعنی دستیار پرستار. اونایی که آسپیلونگ یک ساله پرستاری رو مثلا میبینن، خب حالا اونایی که بدون مدرک میرن یه جایی کار میکنن، خب مسلمه الان دوستی دارم که داره برقکاری میکنه ولی آسپیلونگ ندیده، فقط تجربه کاری داشته، شرکت هم قبولش کرده، گفته میتونی پیش ما کار کنی، ما کارت رو داریم میبینیم، تو تجربه کاری رو داریم. برای مثال اون دوست من حقوق میگیره 14 یورو در ساعت، ساعتی 14 یورو، ولی یه دوست دیگم که مدرک گرفته، 3 سال آسپیلونگ همون رشته رو دیده، الان داره به خاطر اون مدرکش ساعتی 25 یورو دریافت میکنه، 23 یورو دریافت میکنه. بس داشتن مدرک خیلی مهمه. اینجا شغلای اینجا هست، شما برید بگید من آرایشگر هستم، من آرایشگری رو بلدم، طرف یه دونه تست ازتون میگیره میبینه بلدید، میگه اوکی بیا ساعتی 12 یورو بهت میدم اینجا وایس کار کن. ولی اگر شما مدرک آرایشگری رو داشته باشید دیگه، حالا من دقیقا نمیدونم ولی 10 یورو 12 یورو نیست بلکه بیشتر، شما حقوق بیشتر رو بعد از دوره آسپیلونگ میبینید. حالا خیلی ها میگن کدوم آسپیلونگ بهتره، پولش بیشتره، من برم اون آسپیلونگ رو ببینم. بچه این سوال اشتباهیه. کدوم آسپیلونگ پولش بیشتره من برم اون آسپیلونگ رو ببینم، کاملا سوال اشتباهیه. چرا؟ برای مثال ببخشید از اینکه من رک باهاتون صحبت میکنم، من متاسفانه یه آزرمایی هم، آزرمایی هم رک صحبت میکنن، اگر از حرفام ناراحت میشید من معذرت میخوام، ولی مدل حرف زدن من اینه که من همیشه رک صحبت میکنم. آسپیلونگ مردشوری خیلی اینجا پولش خوبه. حالا اینا میگن که، خیلی ها میگن که آلمان که مردشور، مرده ها رو این ما نمیشورن که فلان نداره و بسار. چرا داره؟ چنین چیزی داره. شما اینجا بخوان اگر کسی رو توی قبر مثلا بذارن، توی تابوت بذارن، اول اون مرده رو میشورن، حمومش میدن، بعد لباس میپوشوننش و داخل تابوت میذارن و دفنش میکنن. حالا ما داخل کفن میذاریم، اینا داخل لباس میذارن، کت و شلوار، حالا هر چیزی. بس مرده شوری داره. پول مرده شوری هم آسپیلونگ نه، یعنی بعد از اینکه مدرک رو گرفتی، دوره رو دیدی، پولش خیلی خوبه، خیلی خوبه.
ولی آیا ببین حاضر هستی بری اون آسپیرینگ انجام بدی؟ آیا اصلا دلت میگیره؟ آیا نمیترسی از مرده؟ بس این سوال اشتباس که کدوم آسپیرینگ پولش بیشتره من برم اون آسپیرینگ رو ببینم. من همیشه به بچه ها گفتم که خواهشن دنبال دوره‌ای دنبال آسپیرینگی برید که واقعا به اون رشته به اون شغل علاقه داشته باشید. شما احتمال داره برای مثال بیاید برید آسپیرینگ پرستاری رو شروع کنید، بعد که رفتید داخلش ببینید وای من هیچ اینترسی بهش علاقمندی بهش ندارم، بعد برید مثلا تو دورهای پرکتیش برید توی بیمارستان مثلا دارید دورهای عملی میبینید، معذرت میخوام، ببینید وای من باید زیر مریض رو تمیز کنم، ایران کار سرویس بود، اینجا پرستار تو ایران این کار رو انجام نمیداد، ولی اینجا متاسفانه پرستار شما سرپرستار هم باشی باید زیر مریض رو تمیز کنید، مریض رو عموم بدید، مریض رو لباس بپوشونید. یهو میبینید به اون آسپیرینگه علاقه که ندارید هیچی نفرت هم پیدا کردید، اون موقع است که اون آسپیرینگه رو ول میکنید دیگه نمیخواید انجامش بدید، بعد با دولت به مشکل برمیخورید، بعد فال منیجرت میگه اگر تو این دوره رو دوست نداشتی چرا رفتی، حقوقتون رو کم میکنن، اذیت میکنن، هی نامه میفرستن، هی گیر میدن باید بری سر کار و فلان و بسار و اینجور چیزا. بس برای به آسپیرینگ پردرآمد و اینجور چیزا فکر نکنید، به چیزی فکر کنید که بهش علاقمندید. یعنی اگر شما شناگر باشید، نجات غریق باشید، هر چیزی باشید، برید تو همون رشته‌ای که واقعا بهش علاقه دارید، تو اون شغل خسته نمیشید، اون شغل رو با دل و جون دوست دارید. به این فکر نکنید که من الان این شغل خیلی پردرآمده بس برم همین آسپیرینگش رو ببینم. من مطمئنم برید تو اون دوره بعد از یه ما دو ما دلت رو میزنه، ولش میکنی میای بیرون. آسپیرینگ یه چیز علکی نیست که فکر کنید من الان برم تو آسپیرینگ زبان با زبان معمولی هم میتونم برم و فلان و بسار. سعی کنید حداقل اگر نوشتنتون خوندنتون ضعیفه شنواییتون رو قوی کنید، کنتاکتتون رو قوی کنید، بتونید حرف بزنید. آسپیرینگ یه چیز راحتی نیستش. هر کی بهتون گفته آسپیرینگ راحته اشتباه میگه، آسپیرینگ خیلی سخته. من واقعیت رو میگم که بدونید چجوریه آسپیرینگ. شما باید حرف بزنید، شما باید حرف زدن رو یاد بگیرید. آسپیرینگ شما میرید سر کلاس، معلم میگه، شما باید نوتیغن کنید، باید یادداشت کنید. اگر ضعیف باشید، اگر شنواییتون ضعیف باشه، متوجه نشید اون چی میگه، عقب میفتید توی نوشتن، عقب بیفتید. اگر جزوه نداشته باشید سر امتحان نمیتونید یاد بگیرید. بس سعی کنید زبانتون رو خوب کنید، بعد برید توی آسپیرینگ. عجله نکنید. خواهشن آسپیرینگی پیدا کنید که بهش علاقه دارید، دوره‌ای پیدا کنید که به اون شغلش علاقه داشته باشید. اگر برای مثال توی ایران فروشندگی میکردید، برید توی آسپیرینگ برای فرکویفا، فرکویفقین و اینجور چیزا فروشندگی. اگر فروشنده بودید نیاید اینجا برید ساعت سازی یاد بگیرید، نرید تعمیرات موبایل یاد بگیرید، شاید دوست نداشته باشید. با خودتون اول فکر کنید ببینید آیا من بخوام برم تو این رشته آیا به این کار علاقه دارم، آیا علاقه دارم ساعت رو باز کنم اون قطعات ریزش رو با هم دیگه بچینم و فلان و بسا، آیا موبایل رو باز کنم اون قطعات حساسش رو در بیارم قطع یدکی بزنم و اینجور چیزا، آیا من به پرستاری علاقه دارم برم اونجا با مریضا سر کار با خون و سرم و آمپول و اینجور چیزا سر کار داشته باشم، آیا من نجات غریقی رو انتخاب میکنم، آیا به استخر رو نمیدونم کلور عوض کردن و فکر نکنی شما نجات غریق هستید و نجات غریق اینجا فقط و فقط واسه آفزیشت میکنه، یعنی
از آب کنترل میکنه. نه، چنین چیزی نیست. شما توی نجات غریقی احتمال داره دست روی عموم هم بشورید، احتمال داره اون آشغالایی که تو اون سطل هستش رو بردارید جمع کنید ببرید بریزید تو تونه. فقط کنترل کردن آب نیست، باید برید با مواد شیمیایی و کلور و اینجور چیزا آب رو تنظیم کنید. هر شغلی سختی خودش رو داره. پس خواهش میکنم ازتون که دنبال دوره‌ای برید که بهش علاقه داشته باشید. به پولش فکر نکنید، بگید پول فلان دوره زیاده من برم تو این دوره، بعد دلتون رو میزنه میاید بیرون. حالا در مورد یه چیزایی که مهمه صحبت میکنم. یکی از آسپیلونگای پر، من در مورد آسپیلونگای پردرآمد و اینجور چیزا هم بعضی اوقات باهاتون صحبت میکنم که بدونید. یکی از آسپیلونگای پردرآمد توی آلمان اسمش هست MTRA Medizin Teknische Radiologie Assistent. کسایی که توی رادیولوژی، توی روندکن، توی برای عکس برداری از بیمار اینجور چیزا کار میکنن، این آسپیلون خیلی خوبه، شغل پردرآمدیه. اونایی که واقعا توی ایران این کاره بودن، تو آزمایشگاه و تو رادیولوژی اینجور چیزا کار کردن، این آسپیلونگ رو ببینن خوبه. چون این آسپیلونگ زمانی که شما تموم میکنی دورتون رو، وقتی توی بیمارستان یک کلینیکی مشغول به کار میشید، شما این شانس رو هم دارید که به شما گفتینس بدن. گفتینس چی هست؟ همون بغیت شافت دینس هستش، یعنی شیفت آماده باش، شیفت تلفنی گفتینس. یعنی شما تعطیلی داری تو خونه هستی ولی بهتون گفتینس دادن، بهتون زنگ میزنن. برای مثال بیاید، یه تصادفی آوردیم تو بیمارستان، کسی رو نداریم الان ازش عکس بگیره، نیم ساعت دیگه اینجا باشید ازش عکس بگیرید و برای دکتر بفرستید و اینجور چیزا. و حقوق این گفتینس خیلی بالاست، خیلی خوبه. تو بعضی از جا مالیاتش رو نباید پرداخت کنید. این یکی از آسپیلونگای خوبه. آسپیلونگ دندانسازی خیلی خوبه، دستیار دندانپزشک خیلی خوبه. آسپیلونگ آرایشگری مخصوصا برای خانوما خیلی خوبه، خیلی پردرآمده. اگر واقعا علاقه دارید به این رشته، برید براش تلاش کنید، دوره‌هاش رو ببینید. تمام این دوره‌ها مخصوصا آرایشگری، اگر شما در ایران دیپلم آرایشگری بین‌المللی رو داشته باشید، سابقه کار 4 سال سابقه کار داشته باشید، نجات غریقی هم همینطوریه، پرستاری هم همینطوریه، شما اگر سابقه کار داشته باشید دوره‌هاتون کوتاه میشه. مثلا تو نجات غریقی اگر شما 4 سال سابقه کار داشته باشید، کارت درجه 1 نجات غریقی داشته باشید، به جای 3 سال آسپیلونگ 3 ماه آسپیلونگه، یعنی یا 2 ماه آسپیلونگه، 2 ماه دوره میبینید، بعد میرید امتحانش رو میدید و همون مدرکی رو میگیرید که کسی که 3 ساله داره اینجا درسش رو میخونه. آرایشگری هم همینطور، شما اگر سابقه کار و مدرک دیپلمش رو داشته باشید، دیپلم آرایشگری رو داشته باشید، به جای 3 سال دوره 6 ماه دوره میبینید و مدرکش رو میگیرید، مدرکتون برابری میکنه با همونی که 3 سال دوره دیده. کسمتیک خیلی شغل خوبیه، شما حتی میتونید مثل آرایشگری بعد از اینکه دورتون تموم شد برای خودتون گوربشاین بگیرید، پروانه کسب بگیرید و برای خودتون مغازه باز کنید. کسمتیک هم همینطور که فوس فلگو و اینجور کارا، ناخون و پا و مراقبت از پا و اینجور چیزا هست توش، میتونید برای خودتون مغازه باز کنید یا اینکه برید تو مغازه کسی کار کنید، پول خوبی دریافت میکنید، ولی به شرط اینکه این شغلا رو دوست داشته باشی، علاقه داشته باشی، نه فقط به خاطر پولش برید تو این شغلا.
اگر دوره زیشاهایت رو ببینید، زاخ کنده قدیم یه دوره بودش، یه دوره خیلی کوتاهی بود، بهش میگفتن آفیون دغایسیش، A34. الان شاید این کسایی که برای خودشون شرکت ایرانی باز، ایرانی هایی که شرکت باز کرده باشن، شاید بعضی ها رو با اون A34 قبول کنن که برن کار کنن. ولی الان بیشتر جاهایی که شما بخواید به سکوریتی بشید، زیشاید دینس بگیرید، باید مدرک زاخ کنده رو داشته باشید. اگر مدرک زاخ کنده رو داشته باشید، شما به علاوه این که برای شرکت ها میتونید به عنوان سکوریتی کار کنید، شما میتونید خودتون هم با اون مدرک شرکت بزنید تو آلمان، تو اتریش، هر جایی، و یه شرکتی بزنید، با فیرماهای مختلف قرارداد ببندید که من مثلا امنیت شما رو بر عهده میگیرم، کارمنده ها میفرستم اونجا زیشاهد شما بشن و کارمند جذب کنید و کار بکنید. این خیلی، این رشته هایی که میگم خیلی خوبن. شما بر علاوه این که میتونید برید برای خود، برای کسی کار بکنید، میتونید برای خودتون هم کار بکنید و پروانه کسب بگیرید و شرکت ثبت کنید، یا اینکه مغازه باز کنید. دوستایی که پرستار هستن تو ایران، شنیدید میگم ما اینجا قبول میکنیم که پرستار میگیریم، شما میاید اینجا دوراتون، یعنی مدرکتون انرکانت میشه، ارزشیابی میشه و بهتون کار میدن. اگر ولی باید این رو بدونید که پرستاری اینجا با پرستاری ایران زمین تا آسمون فرق میکنه. پرستاری ایران، من بارها گفتم، پرستاری ایران اکثرشون خودشون رو از دکترها بالاتر میدونن و قیافه میگیرن برای مریضا. اینجا قیافه گرفتن اینجور چیزا اصلا وجود نداره. اینجا بیمار میتونه به شما حرف هم بزنه اگر کارتو درست انجام ندادی، میتونه از شما شکایت کنه. تو ایران زیاد اینجور چیزا پیش نمیاد، چون پرستارا خیلی قیافه میگیرن برای، نه همه، الان ناراحت نشید از دست من، خودتونم میدونید اکثرا که چجوری هن تو ایران. شما میتونید آسپیلونگ فلوک گاست کنترولر انجام بدید. فلوک گاست کنترولر همون ماموری که توی گیت وای میسته و مسافرین و چمدوناشون رو کنترل میکنه. آسپیلونگ خوبی، آسپیلونگ پردرآمدی اگر دوست داشته باشی، ولی باید زبان بلد باشی، حداقل انگلیسی رو کمی بلد باشی، آلمانی رو خوب بتونید صحبت کنید. اینا رشته‌هایی هستن که پولشون توش خوب هستش. اگر اکثر رشته‌های حرفه‌ای تأسیساتی مثل برقکاری، لوله‌کشی، جوشکاری، اینا رشته‌هایی هستن که عالین، پولشون عالیه. اگر واقعا ایران برقکار بودی، جوشکار بودی، کلا برق، مخصوصا برق صنعتی کار میکردی، برو دنبالش اینجا و مدرکش رو بگیر و برو سر کار، درآمد عالی خواهی داشت. یعنی به خودمون یه 3 سال زحمت بدیم، بعد بریم راحت پول شیرین در بیاریم، ولی زحمت بکشیم اون دوره رو تموم کنیم. این خیلی مهمه. الان اکثرا شما میبینید توی آلمان دنبال تأسیسات کار میگردن، کسایی که برقکار باشن، جوشکار باشن، اینجور چیزا. شما اگر جوشکار، مثلا میگم، یکی از بهترین حقوقایی که توی آلمان شما دریافت میکنید جوشکاری زیر آب هستش. این بنادری که توی آلمان، خودتون میدونید دیگه، اکثر شهرهای آلمان بندر دارن. من تا حالا نمیدونستم یه بندر کوچیک تو شهر ما هم هستش، چند وقت پیش فهمیدم، از کنارش رد شدم. جوشکاری زیر آب خیلی عالیه. شما باید غواصی رو یاد بگیرید، تا خواب بشید و
دورش رو ببینید. البته دوره خیلی گرونیه، دولت که فکر نمی کنم پرداخت کنه، شرکت ها هم اگر بخوام پرداخت کنن با ازتون تست میگیرم ببینم واقعا میدونید این کار رو چجوری هستید و اینجور چیزا. بس من یه جمع کلی از این ویدیو رو انجام بدم. آسپیلونگا 4 مدل گفتم، تون میگم که تموم بشه. 4 مدل هستن، یه مدل رو خود شرکت پرداخت میکنه حقوق شما رو، یه مدل رو جاب سنتر پرداخت میکنه، یه مدل رو شرکت و جاب سنتر با هم دیگه پرداخت میکنن، یه مدل رو شما باید پریوات خودتون پرداخت کنید. نکته بعدی، دنبال آسپیلونگی برید که بهش علاقه دارید، نه اینکه پولش زیاده و من به خاطر پولش برم. این خیلی مهمه. اگر مدرک، نکته بعدی اینه که اگر مدرکی دارید که، اگر سابقه کاری دارید که من تو کشورم در این شغل این مدرک رو دارم، این سابقه کار رو دارم و میخوام همین شغل رو در آلمان انجام بدم، مدرکتون رو ارائه بدید، شانس خودتون رو امتحان کنید، شاید دورتون کمتر بشه. و این رو بدونید، شما در دوره، همونطوری که گفتم، در طول دورتون حقوق محدودی دریافت میکنید، حقوق بالای بالایی دریافت نمیکنید. امیدوارم به خواستهاتون برسید. اگر سوالی در مورد آسپیلونگ دارید ازم همینجا بپرسید و بهتون قول میدم که من در آینده با بچه‌هایی که آسپیلونگ برقکاری کردن، پرستاری کردن، پرستاری سالمندان کردن، آسپیلونگایی که در اینو یادم رفت بهتون بگم، آسپیلونگایی که رشته‌های کامپیوتری توش هستش، مثل آی تی اینجور چیزا هستش، برنامه نویسی، سخت افزار، اینا، نرم افزار، اینا هم خیلی خوبه، درآمد خوبی داره اگر واقعا آشنایی با کامپیوتر کامل، نه اینکه فقط روشن کنید برید توی فیسبوک و اینجور چیزا، نه، اگر واقعا آشنایی دارید به این حرفه، دنبال این شغل هم بگیرید، حقوق خوبی دریافت میکنید، خیلی خوبه، شرکت های خوبی شما رو برمیدارن برای کار، به عنوان کارمند میتونید اونجا مشغول بشید. من در آینده با برق کار، با کسی که آسپیلونگ کامپیوتر انجام داده، آسپیلونگ پرستاری انجام داده، نجات غریق که خودم انجام دادم، براتون ویدیوش رو گذاشتم و اینجور چیزا، من 3 تا دوره اینجا دیدم، یه دونه پرستاری بوده که همینه میگم، چون من رفتم تو رشته‌ای که بهش علاقه نداشتم، بعد از یه مدت ول کردم، اصلا شغل رو ول کردم، در اصل پرستاری، نجات غریقی و همین فلوک گاز کنترل، با اینا، با بچه‌هایی که آسپیلون کردن مصاحبه میکنم. اگر کسی واقعا آسپیلونگ انجام داده یا در حال انجام دادن هستش، هر آسپیلونگی، اگر دوست داشت برای من کامنت کنه، اگر دوست داشت با هم دیگه مصاحبه کنیم تا دیگران هم در جریان باشن، من در خدمتتون هستم. سوالی داشته باشی بازم در خدمتتون هستم. امیدوارم در این سال جدید به اهدافتون برسید، زبان آلمانیمون منم با شما بهتر بشه، بهتر از گذشته بشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم. در آخرم، اگر هنوز عضو کانال نشدید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش که نوتیفیکیشن هستش فعالش کنید تا هر وقت ما ویدیو جدید گذاشتیم شما با خبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.